سلام پیامی مهربانی ما نصور شما بود هموطنان عزیز. این آخرین برنامه شریفی میسایزاد بود که هفته گذشته در همین استودیوی رادیوی صدای دوشنبه مستقیما صدا داده بود. امروز در وقت و ساعت ثبت برنامه نو یار و دوستان و پیوندان با شریفی میسایزاد ودا کردند. شریفی میسایزاد یکی از معروف ترین راویان رادیوی تاجیکستان صبح 16 ایون در سن 50 از عالم رفت. چند ماه اخیر بیماری قلبش که میسایزاد را 5 سال اخیر رنج میداد اوج گرفته است. در مراسم ویدا با شریفی میسایزاد یاران و دوستان هم پیشگان و چهره های شناخته شرکت کردند. شریف خان میسایزاد از اساس گذاران ژورنالیستیکای دوران استقلالیت بود. این هم با باور کامل میگم. زیرا شریف میسایزاد در طول 25 سال در رادیو کار کرد. نوابسته با اونی که معاش کم بود، زیاد بود، زندگی خوب بود، وزمین بود، اما کسب خود را ترک نکرد. شریف میسایزاد سال 1966 به دنیا آمده، ختم کرده بخش زبانشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود. او از سال 1992 تا پایان عمر در رادیو تاجیکستان، ابتدا در شبکه اول و سالهای اخیر در صدای دوشنبه کار کرده است. از راویان برنامه در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان معروف خاک وطن هم بود. هنوز در خاطر من فراموش نمیشود وقتی که مذاکرات صلح تاجیکستان تاجیکان آغاز گردید، شریف میسایزاد توسط رادیو تاجیکستان اون وقت در اداره برنامه های سیاسی کار میکرد، یک برنامه مخصوص را راه اندازی کرده بود با نام افکار و ملت از همدستی دلهاستی، که همه وقت در مورد صلح، در مورد برقراری سازش، در مورد وحدت ملی و پیام همین مذاکرات بین تاجیکان را با گوش تاجیکستانیان می رفت. همکاران شریف میسایزاد را چون همصحبت زنده دل و خوشمعامله یاد می کنند. این میز نشست میسایزاد و این هم رادیویی است که هنگامی در اداره بودن مرحوم به آن گوش می داد. اتفاقا مرگ خبرنگار شناخته در روز راست آمد که می بایست برنامه جهان اندیشه مستقیما از همین استودیو صدا می داد. باید یادآور شوم که اتفاق ببینید امروز روزی پنجشنبه ساعت 13:10 مرحوم شریف میرسایزاد باید در همین جو ششته برای شنونده صدای دوشنبه برنامه جهانی اندیشه را تهیه میکردند و اجل رو ببینید که تصادف بود یا دیگر چی، مرحوم امروز و دیگر این بعد با اودیتوریای صدای دوشنبه نیست. شریف میسایزاد از راویان پرمخلص‌ترین رادیوی تاجیک به شمار می رفت و صاحب جایزه و افتخارنامه های زیاده هم بود. از جمله در سال 2014 برای برنامه سلام علیکم دیارم جایزه بهترین رادیو ژورنالیست سال در آزمون جلا را نیز به دست آورده بود. مقاله هایش در نشریه های دوری نیز منتظم روی چاپ می آمد. میسایزاد از خود 4 فرزند، یک پسر و 3 دختر باقی گذاشت. جسد شریف میسایزاد عصر 16 ایون در زادگاهش ناحیه واسع به خاک سپرده شد.